بسم الله الرحمن الرحیم. زکات مال، معنای کلمه اموال چیست؟ اموال جمع مال است و مال در نزد عرب هر چیزی مادی ارزش داشته که برای قانع کردن طلبات انسان فروش و یا مبادله است و در نزد بعضی شتر، گاو، منزل، درخت، طلا و نقره همه داخل به مال است، لیکن در نزد بعضی ها فقط طلا و نقره را مال می نامند. سوال: آیا اموال در عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی معلومه بود؟ بله، عرب ها پیش از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم با دو چیز در بین خود معامله میکردند که آن طلا و نقره بود، یعنی دینار و درهم. دینار را در اکثر دولت های روم استفاده میبردند، درهم باشد از فارس ها به آنها آمده است که آن وزنهای گوناگون داشت. بنابراین در زمان جاهلیت اهل مکه آن را با وزن استفاده می بردند، نه با عدد، و نقره را با رتل وزن می کردند که یک رتل به 12 اوقیه برابر است. اوقیه این واحد برای داد و ستد عرب ها در صدر اسلام و پیش از آن بود که یک اوقیه برابر به 4 درهم آنها بود. اینچنین نش که آن نصف اوقیه است، یعنی به 20 درهم برابر است. اینچنین نوات که آن با 5 درهم برابر است. برای اهل مکه به همه این نمود معامله ها پیامبر صلی الله علیه و سلم اقرار شدند و دینار و درهم از مالی زکات شد. سوال: حکمت واجب بودن زکات پول در چیست؟ حکمت واجب بودن زکات پول آن است که از عاقب آن هر شخص محتاج استفاده می برد و با پرداخت نکردن زکات مال خود همه مال به بیرواجی و بیخریداری می رود و انتشار یافتن زکات پول سبب در بازارها بالا رفتن اقتصاد مردم با صفت عام است. سوال: مقدار زکات پول چند است؟ مقدار زکات پول به 85 گرم طلا برابر است. سوال: از کجا بدانیم که پول ما به زکات رسیده است تا از آن زکاتش را ادا نماییم؟ انسان اول با نرخ طلایی در بازار بوده نظر بکند، پس 85 گرم طلا را با نرخ همان وقته برابر کرده حساب کند که پول او به نصاب رسیده است یا نه. اگر رسیده باشد پس زکات خود را با تحقیق شرط های آن پرداخت نماید. سوال: آیا می توانیم زکات مال خود را با نقره حساب بکنیم؟ بله، می توانید زکات مال خود را با نقره حساب بکنید، خصوصا در وقت بلند شدن نرخ طلا و پست بودن نرخ نقره در بازار. سوال: آیا ما می توانیم از ماهانه هر ماهی خود زکات بدهیم؟ انسانی که هر ماه چیزی از ماهانه خود جمع میکند و کمی از آن را صدقه بدهد، پس از آن زکات نیست، برای آنکه از آن مال جمع شده هر ماه یک سال هجری نگذشته است. سوال: آیا از ماهانه یک ماهی که تأخیر می شود ما از آن زکات پرداخت بکنیم؟ از ماهانه یک ماهی که تأخیر می شود شما از آن زکات پرداخت نمی کنید، لیکن از آن وقت زکات داده می توانید که همه مبلغ را در یک وقت به دست گیرید و بر آن یک سال هجری گذشته باشد و حکم شما در این مسئله مثل حکم شخص غیر قادر است. سوال: مالی که همچون گروگان در بانک نگاه داشته می شود و آن مال هر سال زیاد گردد، پس آیا از آن مال زکات است؟ مالی که همچون گروگان در بانک نگاه داشته می شود از آن مال زکات نیست، مگر از مالی که هر سال زیاد می گردد و بعد رسیدن به نصاب از آن زکات پرداخت شود. سوال: اگر شخص مبلغ ماهانه خود را با دیگر درآمدهای خود جمع کند، پس از مال جمع کرده خود چگونه زکات را پرداخت کند؟ اگر مبلغ جمع کردهش به نصاب رسد، با گذشت یک سال کامل هجری و با شرطهای دیگری زکات آن را پرداخت کند. این بود چند سوال ها در مسئله زکات اموال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.